جناب مرزا صاحب، روابط از یک طرف اختر منصور است که گفتم ایشا با آل روابط نسبتا خوبتری با پاکستان دارد و به قول منصور دادالله چوکی از طرف پاکستان برش داده شده، لیکن یک تعداد کسایی است که مخالف هم منصور دادالله است و هم چیزی که راجع به پاکستان گفتم مخالف پاکستان است و ایتنا منصور دادالله نیست، کسای دیگه هم است. ما قبلا راجع به درگیری که در وردک رخ داده، چه فکر میکنین این انشقاق تا چه حد جدی است در میان طالبان؟ ببینین از سال 2010 به این طرف بعد از اینکه ملا برادر دستگیر میشه، ملا منصور در خط رهبری طالبان را به عهده داره. یعنی در طول 5 سال گذشته رهبری طالبان به دست همین شخص بوده، یعنی در خط دو نیم سالش تنها خود این شخص بوده که رهبری کرده طالبان را. در طول این مدت ما شاهد بعضی مسائلی بودیم که اصلا مخالفت با پاکستان ترقی میشد. به عنوان مثال پاکستانی ها وقتی که گفتن که ما دفتر قطر منافع ما رو تأمین نمی کنه، این منصور اختر محمد منصور بود که دفتر قطر به وجود آورد و تا به آخر پاکستان با اون مخالفت کرد. مثلا در مذاکرات صلح که اخیرا صورت گرفت، همین کسایی که امروز با اختر محمد منصور مخالفت دارن اینا بودن که زیر بیرق پاکستان رفتن در مذاکرات شرکت کردن، مثل مثلا ملا حسن رحمانی یا ملا عبدالرزاق یا دیگران. پس مسئله به این یعنی حال کسایی که علم مخالفت با پاکستان را بلند کردن یا حداقل دعواش دارن، در حقیقت یا کسایی بودن که با پاکستان نزدیک بودن و با منصور مخالفت میکردن، همین کسایی بودن که ما شما دیدیم که در مذاکرات ارومچی هم اینا بودن که جنرال آیسای در راس قرار داشت و اینا رفتن و اونجا، و همچنان در مذاکرات اسلام آباد هم امینا بودن. با توجه به این مسائل می توانیم اینطور نتیجه بگیریم که مسئله بسیار پیچیده تر از چیزی است که ما شما در ظاهر می‌بینیم، و این معنایش این است که تنها پاکستان در اینجا نیست، منافع کشورهای دیگه هم هست که پاکستان مجبور است اون منافع را در نظر بگیره، تطبیق کنه. پس قوت‌های دیگه هم هست که می‌خواد طالبان را تقسیم بسازه، به چند گروه تقسیم کنه و یا چگونه بازی است، یا زمینه‌سازی برای داعش است؟ تا جایی که من موضوع را بررسی کردم و فکر میکنم، عربستان سعودی خواهان تقسیم طالبان نیست. به عنوان مثال امریکاست، امریکایی ها خواهان تقسیم هستند، عربستان سعودی به خاطر مخالفت با ایران و رقابتی که با ایران در این منطقه داره خواهان تقسیم نیست. چند سال پیش زمانی که برای اولین بار ببخشید، لیکن آل طالب یک قوت مخالف ایران نیست؟ وقتی که تقسیم میشه طالب ها چی میشه؟ خود پاکستانی ها چی میخوان؟ وقتی که تقسیم شوه یک گروهش میره به طرف داعش، یک گروه دیگه ازی احتمالاً که بره به طرف ایران، و یک گروه دیگهش بیایه به طرف افغانستان، یک گروه کوچکش بیایه به نام صلح. بله، پس این حالت چی میشه؟ در نتیجه او همدست بودن طالبان از بین میبره و در نتیجه ایران هم در اینجا میتونه مداخله کنه، میتونه کشورهای دیگه هم باز در بین گروه های کوچک از طالبان نفوذ پیدا کنن و کاملا اوضاع از کنترل خارج شوه. پس در اینطور یک حالت باید ما فکر کنیم که به صورت کلی سیاست های منطقوی چگونه است. رقابت هایی را که ایران با عربستان سعودی در این منطقه داره بسیار مهم است. پادشاه عربستان سعودی، پادشاه جدید سلمان، حالت عربستان سعودی رو به شکل دیگه آورده. عربستان سعودی که همیشه در حالت تدافعی بود، ناگهان رفته به حالت تهاجمی، که تهاجمیش هم تا به حال معلوم نیست که بالاخره به کجا خواهد رسید، اما به هر حال از اون حالت بیرون اومده. مسئله قرارداد اتمی با امریکا و غرب با ایران هم کشورهای خلیج فارس و کشورهای مثل عربستان سعودی را به سختی نگران ساخته. پس در سرحدات ایران باید اینا یک قوت را اینا داشته باشن. این مسئله بسیار یک قوت طالب است، یک قوت میتونه طالب باشه، به خاطر که دیگه چیز دیگه در میدان نیست. کسای دیگه که عربستان سعودی در طول سال‌ها، عربستان سعودی این بازی را میتونه پیش ببره اگر امریکا و پاکستان مخالفی وضعیت باشه. ببینین امریکایی ها چند روز پیش سلمان رفت به امریکا و در مورد مهمترین مسئله ایران داریم، چون پیش شما گفتین که امریکا میخواد طالب را تقسیم کنه. بله، مسئله امی هست که سلمان رفت به امریکا تا
سیاست های خودشان و خواست های خودشان در این منطقه بگویه برای عربستان سعودی. عربستان سعودی در اینجا کسایی را که در دوران جهاد حمایت کرده بود که مهمترینش مثلا استاد سیاف و دیگر بود، امروز اینا با امریکا رفتن و دیگه کسی باقی نمانده. او کسایی که سابق عربستان سعودی اونا را بسیار نازوال ساخته بود، اونا دیگه با اونا نیستن. پس در اینجا دیگه کسی دیگه باقی نمانده در این میدان جز طالبان. بنابراین یک رقابت هم هست، درست است، کسی باقی نمانده، لیکن طالبان چقدر اختیار سعودی هستن؟ وقتی اینجا پاکستان هم هست و امریکا هست و رول مهمتری با دارن، ببینید تسلط بیشتری دارن. ببینید همیشه پاکستان، همیشه عربستان سعودی از طریق پاکستان در این منطقه بازی کرده. در طول این سالهای جهاد ما بیاد داریم که اگر یک گروه با عربستان سعودی نزدیک میشد، به خاطر که در برابر هر دلاری که امریکا کمک کرد. این سوال اگه دیگه قسم مطرح کنیم که تقاضای یا منافع پاکستان و امریکا چیست؟ یک طالبای متحد و یک دست، و یا چون دیگه بازی یعنی دایش باید از وجود داره و طبعا خود به خود به وجود نامده قوت، منافع از یا چی ایجاب میکنه؟ ببینید اصلا مسئله داعش همونطور که میفهمم یک پروژه است که ناگهان در افغانستان هم ظاهر شد و اولین سر و صدا را از طرف دولت ما شنیدیم در مورد ظهور داعش در افغانستان. این مسئله است که به هر حال جدایی طالبان سبب تقویت اونها خواهد شد. اما برای پاکستان کدامش بهتر است و یا برای امریکا کدامش بهتر است؟ امریکایی ها غالبا این برنامه‌شان بوده که یک گروهی در افغانستان باید باشه که خارج از مرزهای افغانستان فعالیت کنه و یک گروهی که فقط بگه که ما در افغانستان قدرت میخواییم، و گروه به نفع از اینا نیست. بله. بنابراین یک اختلافی هست بین بعضی از کشورها در اینجا، اما به صورت کلی تجزیه طالبا یا تقسیم شدنشون به چند گروه به هیچ صورت به نفع خود مردم افغانستان نیست. به این دلیل که به نفع اینجا خو بازیگر افغانستان نیست که ما بگیم که به نفع افغانستان کی چی است و چی نیست. کسایی که بازی میکنن حالا به نفع پاکستان است، به نفع امریکا است، اگه از خو واستن که بازی میکنن. منصور دادالله را حکومت افغانستان نگفته که این کارا بکنه، خب پاکستان برش میگه. بله، در رابطه با منصور دادالله که بیشتر شما گفتین، منصور دادالله را اون فقط یک مثال است، یک عقده دادن که عقده را که گرفت والی آمده و همونطور که گفتین که حتی ملا محمد عمر هم از استازی با تحمیل بود و گفته بود که دستور داده بود که دستگیر بکنین و یرفا. اما در یک سوال جزئی ببخشید، این چیزی که راجع به ملا عمر گفته میشه که ایره مرتد گفته، بر شما قابل قبول است که ملا عمر با ملا منصور دادالله یعنی منحرف و باغی و دیگه و دیگه اهلیت شدار نداره چیز جداست لیکن مرتد گفتن؟ ما گرچه که امو نوار دقیق دوبار شنیدم کلمه مرتد اما بایدم نمه، اما یک کاری که در اونجا شده بودی بود که بعد از کشته شدن ملا دادالله 4 نفر را دستگیر کرده بود و او افراد بسیار به شدت شکنجه کرده بود و بعد از او زیر شکنجه اونها را کشته بود و این مسئله سبب بسیار خشم چی شده بود ملا محمد عمر شده بود. اما به هر حال در اینجا یک نکته دیگر باید در نظر گرفت. ما شما این مسائل بسیار به صورت محدودش فکر میکنیم در مورد چند نفر، اما اساسا جنگی که در افغانستان است جنگ علیه تروریسم نیست، همونطور که پیشتر جناب رستیال سبم به اشاره کردن، جنگ افغانستان جنگ مواد مخدر است. دوباره انگلیس ها برگشتن به هلمند. همین چند روز پیش شما دیدین که 30 نفر سرباز مبارزه علیه مواد مخدر اینا بمبارد کردن کشتن. ما بسیار مسائل دیگه هست که او را در پرده اختلافات طالبا و این مسائل فکر میکنیم، اما تا زمانی که در افغانستان مواد مخدر از بین نرفته و طالبا در این مورد تصمیم نگرفتن که باید جلوی مواد مخدر در افغانستان گرفته شود، مخصوصا هلمند کنترل شود، اگر این مرحله نرسد این جنگ دوام میکنه. همین چند روز پیش من یک مصاحبه را میخواندم از یک سرباز آمریکایی که او گفته بود که ما وظیفه ما در افغانستان ما حفاظت از کشتزارهای کوکنار در هلمند بود. یعنی این خود این مسائل بسیار موضوعات را نشان میده که پشت پرده ما وجود داره و مغلق میسازه این وضعیت. ما شما اینطور فکر میکردیم که کلی گپ سر منابع طبیعی است، مگر یک منبع بسیار زود ثمره در افغانستان وجود داره که پای کشورها را به اینجا کشانده. بله.
مولوی صاحب اگر مواد مخدر است و یا هر موارد دیگه، حضور امریکا فن 2012 ابراهیم و 2014 ابراهیم واله، لیکن حالا یکی از سناتورهای امریکایی میگه که اساکیر امریکایی باید از افغانستان نبرایم و در این زمان امریکا تا نوز ناظر شدن و نه این تصمیم وجود داره که اردوی افغانستان را تقریبا بسازم. پس هدف اصلی از تمام بازی ادامه حضوری امریکا در افغانستان است، خواه او مسئله مواد مخدر است یا اهداف استراتژیک است یا هر چیز؟ خب سری مثلا خو فکر میکنم بحث ها خیلی مکرر بوده. وقتی که پیمان استراتژیک امضا میشد، کمپاین های بسیار خطرناک و جدی صورت گرفت از طرف، تبلیغات بسیار سویی بود که الان 2014 آمده و از 2014 به بعد نام برای افغانستان برای سینما میمانه و فلان میشه و فلان میشه. این مراحل تبلیغاتی بود که امریکا به خاطر تأمین اهداف دورنما ای امضای پیمان یک وسیله قرار میداد، یک وسیله تا هدف بسیار فرق است. اهداف شروز در افغانستان پیاده نشده بود. اما وقتا ما از این میز گفته بودیم، بارها تکرار کردیم که به کتک بزنین امریکا نمیبره. این پیمان اگر امضا شوه یا نشوه یک کارهای دیگری داشت، ولی یک وسیله بود، یک ابزاری باشد، توجیه برای بقای امریکا چی باشه. خب اگر مثال توجیه آمدن امریکا در رأس ناتو در افغانستان امیر بود که در برابر تروریسم می جنگه، در برابر مخالفین جنگی می جنگه، خب او همه کوشش‌هاش خو ناکام بود. یعنی در طی 13 سال خو نتیجه نداد، جز از این که مخالفین جنگی را قوی ساخت. خب حضور بیشتری هم در افغانستان پیدا کرد، اما این کوشش‌هاش برای همه مردم برملا شد. برای بقای دراز مدت خود پیمان را بهانه گرفت، پیمان استراتژیک شد و بعدن باز یک سال بعد پیمان امنیتی شد. برای فعلا هم یک جنگ در افغانستان لباس خود را تبدیل کرد، استراتژی جنگ تغییر کرده در افغانستان. این استراتژی که برای فعلا در افغانستان به عنوان داعش آمده، هدف دورنمایش افغانستان نیست، افغانستان یک وسیله است، یک رای عبور است. بله این وسیله است تا این که اهداف به اهداف برسه. اگر آل ضرب الاجل باشه که تا 2016 تا 2020 تا 2040 تا 2100 این ضرب الاجل هرگز اگر اینا میمانه همه دروغ کذب است، تا زمانی که هدف امریکا، اسرائیل و ایسای پاکستان از وجود اینمین لباس جدید جنگی و اهدافش پیاده نشوه، فکر نکنیم که از افغانستان بره. اگر از لحاظ فیزیکی ممکن نیروهای مثال جنگی خود را ببره، ولی از لحاظ فکری، از لحاظ کار و از لحاظ تکنیک و از لحاظ طراحی جنگ در افغانستان باقی هست و باقی خواهد ماند. افغانستان باید چی کنه؟ بالاخره خود جنگ اگه ما فقط یک منطقه عبور باشیم و از یعنی معنایش است که ما باید فقط بسوزیم و زیر پای شویم. آله چگونه ما جلوش گرفت؟ این می سوال از دولت مردان زمانی که ما میکنیم که افغانستان تنها دهلیز عبور برای اینها نیست. زمانی که دهلیز عبور برای جنگ هایی که در آسیای میانه میره است، در یامون طرف میره، افغانستان دهلیز جنگ باشه، دهلیز عبور اینها باشه، ما مسئول نمیمانیم. افغانستان از لحاظ پیشبینی های سناتور امریکای جان منکن چند روز پیشتر گفتن که ممکن داعش در افغانستان و در منطقه خطر جدی باشه و افغانستان پایگاه جنگ باشه. اینه به این معنا که بله افغانستان پایگاه جنگ هست. وقتی که نظام افغانستان به همین حالت منزوی ملتوی به استقلال و به آزادی و به صلاحیت باقی باشه، در استقبال جنگ جهانی سیوم قرار دارد افغانستان، اونم استقبال را باید داشته باشه، انتظارش در استقبال جنگ جهانی سیوم قرار بله. دارد برای فعلا افغانستان مرکز رقابت های شرق و غرب. این آقای کرزه، آقای اشرف غنی متاسفانه تقاضا را کرد از جامعه جهانی که در افغانستان باید مرکز دفاع از جنگ باشه. افغانستان باید تبدیل شه به مرکز دفاع از جنگ. خود تا حالا مرکز دفاع از جنگ بود ولی دفاع نتونست از جنگ. بعد از این میتونه که جنگ تیره تر شود. خدای نخواست اگر این دهلیز عبور جنگ ها افغانستان باشه، باز در وقت این مرکز دفاع از جنگ نمیمونه، مرکز جنگ میمونه. دفاع جنگ را کسی در اینجا کرده نمیتونه. یکی آتش در اینجا باشه، دودش به همسایه برسه، همسایه تو را نمیمونه. این خود را فریب دادن است. اگر نظام افغانستان بخواد که از این منجنیق و از این مشکل و از این مسئله حیاتی خطرناک رهایی پیدا بکنه، باید از دوستانی که با او تعهد داره، خصوصا که در رأس امریکا هست، تجدید تعهد را اینا تقاضا بکنه که بله
در مثال پیمانی امنیتی مسئولیت خاک افغانستان بود. اگر این را تعمیل بکنن خوب، و اگر نه باید فسخ امی تعهد خود را بکنن. این پیمان را باید با آمریکا فسخ بکنن. هیچگاه این پیمان درد را دوا نمیکنه، بلکه درد را اضافه تر، زخم را تازه تر میسازه. که این نظام ما و ملت ما شاهدش باش. تشکر. مرسل صاحب څه وکړو افغانستان لکه مخکې چې وران بس کو پاکستان سره خبرې هغه خود دغه رقم اهداف لري تاسو تشریح کړئ نو هغه سره خبره ځکه چې تر څو اهداف لا سره غلې نه نو خو جګړه ولې دلیل بیسي چې هغه مداخله ته پټ کې کی دی یا جګړه پریږدي او ملاتړ پریږدي مخالفینو نه نو اصل لو بچ د چاده او دغه ټول لو پاکستان او د موږ یو جریت د کوم کې هغه سره ولې باید خبرونه شي امریکا سره ولې باید خبرونه شي په کانادا افغانستان حکومت هغه سره اصلي خبره مطرح کوي چې دغه امنیتی تړون دغه ستراتیژیک تړون تاسو نو ماته په څه معنا ده ته زما دوست او که دوست مې نه څوګته دو مسلې کسره موږ بیلې کو اوله مسله د پاکستان سره چې متاسفانه از منګه د صلح خبرو اترو او مختلفو سفرونو چې د افغانستان لوري وشول او د پاکستان لوري وشول د نتیجې تر اوسه پوري نه ده ورکړلې او که په دې ګامونو باندې بیا ګام یې خودل کیږي د دې نتیجه بیا منفی ده. تاسو واوریدل چې په دې ورځو کې د هند پاکستان مناسبات خړ پړ شوي دي او پاکستان تصمیم نیولی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خپل شکایت په رسمي ډول باندې هلته ثبت کړي. د افغانستان د اوسني شرایطو د مطالعې په ارتباط باندې چې زموږ دولت داخلي ستونزې لري، موږ تر اوسه پورې د یو واحد حکومت په شکل باندې عمل نه دی کړی. اقتصادي ستونزې بل لوري ته، جنگ په افغانستان کې بل طرف ته معزله ده. د افغانستان د توان نه به دا لري وي چې موږ دې د ګاونډیانو سره یا په خاص ډول د پاکستان سره د جنگ د جګړې د لارې د مسایل حل کړو. دا زموږ په توان کې نه دي. زموږ لپاره دوه لارې نورې وسشته دي. اول د اسلامي هیوادو د کانفرنس مسله ده چې پاک افغانستان باید دا مسله هغوی ته راجی کړي. اسلامي هیوادو کانفرنس مسله سره باید اسلامي هیوادو کانفرنس ته باید دا سره د افغانستان مسله ولري. هغه خوسته موقعیت نه بیم پاکستان موقعیت مخکې بیا عربي او دوسر د اسلامي او دوسر د پاکستان د نړیوال د افغانستان د نوي حکومت جوړېدو سره د عربي هیوادو سره زموږ مناسبات نسبت د روسو کلونو ته نږدې شوې دي. دا چې په څه علت نږدې شوې دي، اما موږ د ګورو چې د نږدې دي مناسبات د یو علت د دې چې عربي هیوادو نه سعودي افغانستان سره روابط نږدې شوي، لیکن دغه نږدېواله خو په دې معنی نه وي چې افغانستان و د پاکستان متبادل دي. زه فکر نه کوم چې دا د متبادل وي. تر اوسه پورې اسلامي هیوادو کانفرنس افغانستان د پاکستان سره نه تبادله کوي، دغه چې د امریکای نه مرسل صاحب چې دغه کانفرنس چې تر اوسه پورې مسله نه ده حل کړې. د اسلامي هیوادو کانفرنس د اسلامي نړۍ کومه مسله حل کړې ده؟ خریش زمنګ مسله حل کړې د درجو کو پاکستان سره سفرونه کو بي فایده مستقیما امریکا سره وسو دونه یو یا کوم افغانستان سره مرسته نه کوي. یو افغان دغه معلومه شي چې امریکا بس زمنګ دوست نه دی، ملګری نه دی، په زور راغلی د عبدل تشته. یعنی دا خبر خو واضح ورسره وشي چې ته څوګي دلته ما سره ستاره وابط څنګه دي؟ که تاسو اجازه راکړئ دا تړون ما ته څه فایده او څه معنی لري؟ که تاسو اجازه راکړئ چې ما خپل جمله ختم کړی وي، یو مرجعي دغه د چي د اسلامي هیوادو کانفرنس سره دا مسله باید افغانستان ثبت کړي او ورته دا شکایت نامه ورکړي. دوهمه مسله، موږ بل هیڅ مرجع نه لرو د ملګرو ملتو د ټولنې نه غیر چې هلته د امنیت شورا کې دا مسله باید د افغانستان نماینده نه، د افغانستان د دولت زعامت باید دا مسله هلته مطرح کړي، نه یوازې د استازي په ډول باندې هغه څوک چلته ناسته، بلکې دا مسله باید مطرح شي. ځکه چې ولې مطرح کړي؟ ځکه ولې مطرح کړي؟ خو یو سوال دی، استازي باندې یعنی خو مال د استازي چې هغه مطرح کړي پاره د باور ساته کوم؟ زه د باور ساته نه وایم، باور ساته نه دا په ټول نړۍ کې هم په سیاسي لحاظ هم په اجتماعي لحاظ باندې د اشخاصو موقفونه فرق کوي. دا چې د افغانستان جمهور رئیس مستقیما دا مسله مطرح کوي او نسبت دی ته چې د افغانستان د دولت استازي د حکومت استازي دا مسله مطرح کوي، دا سره ډیر فرق لري. ملګرو ملتو کې افغانستان څه رقم د خبره مطرح کوي؟
دغه مطرح کې چې د تروریزم په وړاندې جګړه چې روانه ده څه چې د پسام شکل باندې وشي څه وختونه چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې تیر شول د افغانستان خلک چې په واقعیتونو باندې پوهیږي چې څه تیر شوي دي آیا د افغانستان د دولت زعامت په دې باندې نه پوهیږي آیا هغه اشخاص او افراد چې د افغانستان د حکومت جوړولو په سیاست کې دوی مصروف دي نه پوهیږي واضح دي چې پوهیږي دا مسله باید ډیره واضح هم د امریکایانو سره هم ملګرو ملتو ته منګ چې دا مسله مطرح کړو د پاکستان نه د شکایت په شکل مطرح کړو که د امریکا نه د شکایت په شکل ما دوخته وایم دلته خو د باس نتیجه خو دغه څه د ټول لوبي پاکستان خو یو برخه ده ټول نه ده پاکستان نو د امریکا دی او د انګلستان دی مګر کده مخدره مواد خبره دلته ده کده ستراتیژیکو اهداف خبره ده کار شي دي نو دا لوبه خو هغه ده ملګرو ملتو ته منګ لاړو او یو چې امریکا دلته راغله د تروریزم سره د جګړې په نوم خو دروغ وي تروریزم سره جګړه نه کوي هغه استفاده کوي ما د خبرو په پیل کې ویلو چې د دواړه مسلې سره کچيري منګ جدا کو په دواړه باندې جدا بحث وکړو یو مسله زمنګ د تروریزم په وړاندې د مبارزې مسله ده د پاکستان او د زینو هیوادو د مداخله مسله ده د افغانستان په قضایاو کې دوهمه مسله نړیواله ټولنه ناتو او امریکای متحده ایالات د دې په سر کې چې افغانستان ته راغلي دي او هدف دا و چې د تروریزم په وړاندې مبارزه ده چې موږ راغلي یو دغه ترڅنګ آیا چې موږ د ولس په هیڅ د افراد په هیڅ باندې پویږو چې دلته نړیواله ټولنې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په څنګ کې نور اهداف هم لري لیکن دغه اهداف باندې آیا زمونږ د دولت مشران نه پویدل وو یقینا واقعا چې د پاغه باندې پویدل هغه اهداف ته مشترکې دي چې تاسو دغه اهداف لپاره تروریزم وسیله لکړه تروریزم بهانه کړله اهداف یو خواته پریک دی لیکن منګه خپل ملي ګټ استاسو په اهدافو کې استاسو د اهدافو نه قرباني کوو منګه د ملي ګټو ساتنه استاسو په اهدافو کې هم لټو دا باید پیر په واسي شبل باندې ورسره وشي څه چې مجدا سیبو رحماني سیب دوخته ویل دلته د جګړې واسه د افغانانو جګړه نه ده دا ډیره پراخه جګړه ده دلته د مخدره توکو جګړه ده نن په بدخشان کې د معدنو په سر باندې چې دا جګړه ده دا د افغانانو د قوتو قمندانانو جګړه نه ده دلته نړۍ راغلې ده هلته په مادنو باندې هم جګړه ده د افغانستان په وو باندې هم جګړه ده د افغانستان په موقعیت باندې هم جګړه ده ته جګړه ډیره پراخه جګړه ده د افغانستان دغه ټول مسائل او دغه ټول اهداف د هیوادونو او د مشخصو حلقاتو دا باید په نړۍ کې د مذاکرې میز ته د دوی سره کېږي او په هغه باندې بحث وکړي کوتا خدمت تا نظم میکنم یک وقت من از استاد ربانی شهید این مسئله رو پرسان کردم که به نظر شما پاکستان چی میخواید از افغانستان گفت که مشکل همی هست تا به امروز پاکستان به صورت رسمی از ما هیچ تقاضا نکرده که ما چی میخواییم با شما چی مشکل داریم اگر اونا تقاضا بکنن در صورت باز ما میتونیم لابیگری بکنیم مثلا در سطح بین المللی میتونیم که کشورها را به این مسئله متقاعد بسازیم که بفهمیم بالاخره اینا چی میخوان نه اگه طرف تنها پاکستان باشه خود درست است که با پاکستان واضح شوه که چی میخواه و چی کده میتونیم لیکن اگه در اینجا خطورنا پاکستان نیست امریکا است و دیگه کشور هم اهداف دارن و پاکستان جز یزی بازی است کلی بازی نیست پس تنها گفتگو با پاکستان یعنی چی؟ این مسئله بسیار مهم است یک وقت پاکستان در زمانی که جهاد اگه به شما باید داشته باشین یک متیار اگه زده بود گفته بود که ما خوانی هستیم که یک کانفدراسیون با پاکستان درست کنیم یعنی ما طرفداری هستیم که کانفدراسیون با پاکستان درست شود و در اون زمان او استدلال هم کرد که مسئله دیورند و کل گپا به می حل میشه اما کانفدراسیون که پاکستان شاید حالا دنبال زمین باشه او زمانی میشه که دو ملت با هم سوء تفاهم نداشته باشن دو ملت که با هم خود دشمن فکر میکنن و چطور باز میشه چطور با هم به طرف کانفدراسیون بدن این طور چیزا امکان بر ترتیب یعنی با کشورهای اصلی که بازیگر هستن با وا باید واضح و روشن گفتگو شوه دیگه گفتگوها و رفت آمدهای با نام صلح هیچ چیزا فایده نداره پروژه است بسیار زیاد تشکر دیر زیاد تمنا کورم آدم سلامت سی گران لیدون کتا سنم منان ترس پوری منگ سروی راتون که بحث پوریم خدا سپارو اللهم مالش